محمد محمدی نیک، بعد محمد درون پرور و بعد محمد محمدی ری شهری، 66 ساله، متولد شهر ری. خودش زندگی نامه نوشته رو سایتش هست، نوشته جد پدریش 130 سال عمر کرد و در حال خواندن قرآن کریم از دنیا رفت. مادرم از شمیران تهران و از اولاد امامزاده شکراب، از نواده های موسی بن جعفر علیه السلام است. یعنی با امامزاده شکراب تو آهار شمرون فامیله آیه ری شهری. 6 کلاس درس میخونه و بعد باباش برای اینکه اخلاقش خراب نشه، اینا رو خودش تو خاطراتش نوشته، رو سایتش هست، میتونیم بریم ببینیم، برای اینکه اخلاقش خراب نشه نمیذاره بره دبیرستان. بعد چند سال ترک تحصیل، باباش میفرستتش مدرسه علمیه برهان و بعدم به حوزه علمیه قم. سال 44 رفته بوده مشهد زیارت. بهمن 43 حسن علی منصور نخست وزیر رو مؤتلفه ترور کرده بود. محمد بخارایی قاتل منصور در خرداد 44 اعدام شد. همون موقع رئیس شهری مشهد بود. تصادفاً اعلامیه‌ای تو محافل مذهبی مشهد پخش میشه از یکی از هیئت‌های مؤتلفه، از هیئت مؤتلفه اصفهان، در حمایت از محمد بخارایی. ادامه خاطرات رئیس شهری به قلم خودش رو اجازه بدید براتون بخونم. بازداشت شدم. دلیل اصلی این بازداشت نیز حساسیتی بود که ساواک نسبت به طلاب حوزه علمیه قم داشت و چون این اطلاعیه در مشهد پخش شد و کسی را هم نتوانسته بودند دستگیر کنند، به تصور اینکه این کار توسط من انجام گرفته، مرا بازداشت و زندانی کردند. 2 ماه یعنی 45 روز در ساواک و 15 روز در زندان شهربانی زندانی بودم. این همه فعالیت قبل از انقلاب آیت الله ری شهری است که به گفته خودش تازه عوضی گرفته بودنش. بعد میره نجف. یه سالی نجف بوده، سال 46. آیت الله مشکینی همونجا بوده و خود ری شهری میگه که سر یه سفره باش می نشستم و غذا می خوردم. ری شهری که 21 سالش بود به واسطه ای از مشکینی میخواد که دختر 9 سالش رو بهش بده. باز از خاطراتش عرض میکنم. آقای مشکینی پاسخ را موکول به استخاره کرد و پس از چند روز پاسخ داد که استخاره کردم، خوب آمد. پس از موافقت ایشان جریان را به خانواده هم در تهران نوشتم و از مادرم و عمه‌ام خواستم که به قم برون و سبیه ایشان را ببینن، یعنی دختر ایشان را. آنها رفتند و دیدند و پسندیدند و در پاسخ نامه من نوشتند خوب است ولی خیلی کوچک است. او در آن هنگام تقریبا 9 ساله بود. قرار شد به طور خصوصی صیغه عقد اجرا شود، اما جشن ازدواج تا آمادگی یافتن وی به تأخیر افتاد. مشکینی و ری شهری میان ایران، اول چند ماهی مشهدن و بعد میرن قم و تمام این مدت ری شهری به قول خودش داماد سرخونه بوده با عروس 9 ساله 10 ساله. تازه همینم هم تحمل نمیکنه. ادامه خاطرات. با اینکه قرار بود جشن ازدواج ما چند سال بعد باشد، پیشنهاد کردم که هر چه زودتر انجام شود تا بتوانیم زندگی مستقل تشکیل دهیم. آقای مشکینی ابتدا با این پیشنهاد موافق نبود. دلیل مخالفتش هم کوچک بودن همسرم از نظر سنی بود، چون در آن هنگام 11 سال بیشتر نداشت. اما من موضوع را با جدیت پیگیری می‌کردم که همسر من است و شرعاً حق دارم او را به خانه خود ببرم. سرانجام با اصرار من ایشان راضی شد و جشن ازدواج ما در سال 1347 برگزار شد. یعنی عروس 10 سال و نیمش بوده. وحشتناک این که 2 سال و نیم بعد بچه دار میشه، این عروسی که 13 سالش هنوز نشده بود. هیچ فعالیت سیاسی از ری شهری هیچ جا ثبت نشده. سال 57 به عنوان داماد آقای مشکینی و روحانی که قبل از انقلاب از حرکت 15 خرداد 42 و از آیت الله خمینی حمایت کرده بود، وارد دستگاه اطلاعاتی شد که داشت شکل می‌گرفت. قبل از اینکه درباره ری شهری ادامه بدم موضوع رو، یه شناختی خوب است که از پدرزن ری شهری آیت الله مشکینی داشته باشید که چند سال پیش درگذشت. آیت الله مشکینی قبل از انقلاب مدرسه حقانی رو راه انداخته بود که بعد از انقلاب از همین مدرسه حقانی میدونید که مسئولای اطلاعاتی امنیتی جمهوری اسلامی در اومدن و پیوند آیره شهری رو با مسائل امنیتی اطلاعاتی از همون اول انقلاب شاید بشه در همین رابطه فهمید. آیت الله مشکینی عرض کردم تا سال 86 که درگذشت بعد از انقلاب، در واقع 24 سال رئیس مجلس خبرگان رهبری بود، یعنی رئیس معدام العمر مجلس خبرگان بود از زمانی که این مجلس تشکیل شده بود.
آیت الله ری شهری میشه حاکم شرع دادگاه‌های انقلاب اسلامی و به سرعت سمت‌های دیگر رو پیش میره. ریاست دادگاه انقلاب ارتش، دادستان کل کشور، دادستانی ویژه روحانیت، نمایندگی ولی فقیه و سرپرستی حجاج. ری شهری سال 63 که وزارت اطلاعات درست شد، نخستین وزیر اطلاعات شد در همکاری با سعید حجاریان. پرونده های مهمی تو دستش بود، حکم اعدام قدس‌زاده رو داد، در ماجرای پرونده کودتای نوژه و حزب خلق مسلمان حکم اعدام بیش از 130 نفر از درجه داران و افسران ارتش رو داد. به صورت آیت الله شریعت مداری اشاره کردم سیلی زد و منشأ خیر بسیار دیگری شد برای کسایی که اون موقع میخواستن در حکومت مستقر بشن. صفحه 105 کتاب کودتای نوژه که طرفدارای دکتر شاپور بختیار در ارتش می‌خواستن کودتا کنن از قول ری شهری نوشته شده: نزدیک غروب آفتاب روز 17/4/59 آقای سعید حجاریان که با کمیته اداره دوم ارتش همکاری داشت به دفترم آمد و هیجان زده گفت کار خصوصی دارم. ظاهرا چند نفر در دفتر بودند، به من نزدیک شد و گفت امشب قرار است کودتا شود. به هر حال از همون شب لو رفتن کودتا کلی افسر و درجه‌دار بازداشت میشن و عده‌ایشون هم به حکم ری شهری اعدام. آقای ری شهری امروز رئیس مؤسسه فرهنگی دارالحدیث است و نایب تولیه حضرت عبدالعظیم. نایب تولیه میگم چون میدونید که تولیت همه اماما و امامزاده ها با ولی فقیهه که نایباشو خودش انتخاب میکنه و براش عبدالعظیم هم آیت الله ری شهری رو گذاشته. من فقط یه نمونه بگم از فعالیت‌های به اصطلاح اقتصادی تولیت آستان مقدس حضرت عبدالعظیم الحسنی، همون شاه عبدالعظیم. گفتگوی خبر خودرو آبان 85 با علی نوریانی نماینده BMW در ایران. 50% سرمایه کمپانی را با سرمایه گذاری مؤسسه ری که متعلق به آستان مطهر شاه عبدالعظیم حسنی شریک شدیم. ما به ادامه این همکاری با مؤسسه ری مفتخر و مصرریم، زیرا در این صورت اطمینان خاطری هم برای طرفداران بی‌نصیب BMW ایجاد می‌شود که 50% سهام این کمپانی در زمان سوددهی صرف امور خیریه می‌شود. البته خبرنگاری که اینو تهیه کرده، این مطلب رو، این مصاحبه رو با آقای نوریانی نوشته است که وقتی میرن نمایشگاه BMW بهشون میگن این نمایندگی مال نوریانی نیست، مربوط به ری شهریه، اینا فقط دلال کارن. البته چنین نیست که آقای ری شهری سیاست رو کنار گذاشته باشه و فقط فعالیت‌های اقتصادی کرده باشه. یکی از درسایی که اوایل انقلاب تو کلاس‌های درس اخلاق اطلاعاتیش به بچه‌های جوان وزارت اطلاعات از جمله سعید حجاریان میداد این بود که یه آدم اطلاعاتی مخلص تا آخر اطلاعاتی میمونه و هیچ وقت با سر و صدا کار نمیکنه. جمهوری اسلامی که میدانید حکومت حلقه هاست، هر کی واسه خودش حلقه درست کرده. حلقه ری شهری هم فعاله، البته نه جلو صحنه، همیشه از قدرت اطلاعاتی و پیوندش با بیت رهبری استفاده کرده واسه نفوذ تو نهادهای مختلف. حتی مثلا تو دولت محمد خاتمی، کسی که از حلقه ری شهری تو دولت خاتمی بود میدونید کی بود؟ محمد شریعت مداری وزیر بازرگانی. محمد شریعت مداری قبلا یکی از مسئولای حساب صد امام بود. با ری شهری و چند تا امنیتی دیگه مثل حسینیان و الهام و رازینی سال 76 جمعیت دفاع از ارزش‌های انقلاب اسلامی رو درست کردن و تو سازمان زندان‌ها و بین بازجوها و نهادهای امنیتی میدونید که محمد شریعت مداری آدم بانفوذی است و دستیار آیت الله ری شهری است در نایب تولیگی شاه عبدالعظیم.